ایو چطورید بچه ها؟ خوش اومدید به یه ویدئوی دیگه از چنل من. من سینا کراشم. امروز اومدم با یه ویدئوی بمب لایف هک ماینکرافتی که قراره بیتره کنیم، دوره هم قراره کلی خوش بگذرونیم. فقط قبل اینکه ویدئو رو شروع کنیم یه راست بریم سر اصل مطلب. قبل اینکه بریم سر اصل مطلب فقط بگم که آره، منم کامنتاتون رو دیدم و من خودم در جریان قرار گرفتم که تکنو بلید از سرطان فوت کرد. خیلی ناراحت کننده بود. خب جوون، هر جوونی از سرطان فوت کنه آدم مهندلش میشکنه، اونم تکنوبلید که همه میشناختین و هیچی دیگه. اگه ناراحتین منم ناراحتم مثل شما و امیدوارم که چیزی که ازش مونده هنوز سالهای سال همه رو شاد کنه و به ازش این کاری که کرده تو یوتیوب به جا بمونه دیگه، تا ابد به جا بمونه. بوس به تکنوبلید و بوس به تک تکتون. ولی بریم سراغ ویدئوی خودمون. قبل اینکه لایف هک رو شروع کنیم، من یه دونه ویدئو براتون سوا کردم، اونو ببینیم. این ویدئو رو یکی از بچه‌ها تو دایرکت فرستاده بود لایه لایف هک، من دیدم حال کردم، گفتم شما ببینید همچین سروال و خندون شید قبل اینکه ویدئو رو شروع کنیم. نگاش کنین آنه کن کریپر. خیلی خوبه ویدئوه. ولی حالا که ویدئوی خوب بهتون نشون دادم، وقتشه بریم سر اصل مطلب. اصل مطلب همیشه میدونید دیگه، تو شیشه خورده داره، همیشه خوب نیست. یه ویدئو هست 11 تا لایف هک مختلف توشه، میخوایم 11 تاش هم تست کنیم ببینیم هیچ کدوم کار میکنه یا نه، چون قیافه ویدئو همچین بد ساسه، قشنگ ساسه. نگاه کن، در آهنی تیر میزنی از لاش رد میشه. سوال اینه که آیا رد میشه؟ در آهنی تیر رد نمیشه. در چوبی تیر رد میشه، مثل اینکه بریم تست کنیم. تیر رد نمیشه. نیم تگ جب آندرلاین بزنی رو گوسفند، هفت رنگ میشه. پشمشو بچینی، پشم رنگارنگ بهت میده. پشم رنگارنگو میتونی بکاری و بلوکای رنگارنگ بگیری. این گوسفند، این نیم تگ، خیلی خوب. اینم قیچی. نمسکه داداشمون ریده و دروغه، کار نمیکنه. اگه یه پورتال اند بذاری، زیرش ردستون بذاری، بعد همینجوری پیستون بندازی بره هوا، بعد پورتالو کامل کنی، کله پیستونا میمونه. واو، پشمام حتما واقعیه. پس اند پورتالو میذاریم، ردستونا رو میذاریم، پیستونا رو هم میذاریم و در نهایت اینو تکمیل میکنیم. واو، چه لایف هک واقعی، پشمام ریخت. و بعدیش این گیاه ها اصلا من نمیدونم چی هست، روش بون میل بزنی درخت از فنس در میاد. برو بابا ولم کن، بریم بعدی. این لایف هکی که داریم میبینیم خیلی بامزه است. از این لایف هک هاست که بیستو میتونی سکیور کنی. میگه اگه اسنو پاودر بذاری با لدر بوت روش رد میشی، ولی زامبی و اینا بیان میفتن تو و تمومه. به همین سادگی. خیلی خوب، شب میکنیم، یه چیزی هم میسازیم برای خودمون. پاودر اسنو رو برمیداریم، اینجا میزنیم، از کریتیو در میاریم، بعد لدر بوت رو پامون میکنیم و یه زامبی اسپام میکنیم. زامبی ما رو میزنه، در میریم این تو. آماده باش آری کلا بنازم. جدی خیلی خوبه، این خوبه، اینو دوستش دارم، اینو خیلی دوستش دارم. بچه ها علاوه بر این که تازه سه خفن ترم بهتون بگم، ویت یه ایده خیلی بمب و باحال دارم، یه ایده بمب و باحال دارم، آماده باش. ایده بمب و باحال، شاید به نظر خیلی ساده، این که من فقط دو تا بلاک پاودر استون رو برداشتم و جاش بلاک گرس گذاشتم، ولی در واقع در باطن این ایده خیلی خیلی فکر شده و خیلی مهندسی شده است. شما این همه زامبی میاری، بعد دقت کن، گوش خوب دقت کن به من، زامبیا رو میاری سوروایوال میکنی، بعد میپری از این رو، بعد همشون مثل ان میافتن اون تو و تو حتی به این نیاز نداری، ووپ میپری میری، بعد این زامبیا میفته دنبالت، ووپ میپری این تو، تموم شده رفت. نه نیاز داره ترپدور بزنید دور بیستون، نه نیاز داره دریاچه‌ای از لاوا درست کنید، خارهای بلند و دردناک، نه او پادرسنو بذار، یه بلوک هم زیرش خالی بذار، زامبیا میافتن خودشون میمیرن، تموم شده رفت. فر از جنگای هم میرین زیر، یه دور میچرخی، هر چی هستو جمع میکنی، ایزی. این ویدئویی که قراره با هم ببینیم در مورد اسکالک سنسور است. خب اسکالک سنسور به این گندگی گذاشته و روشون ردستون لامپ میذاره. اتفاقی که میفته اینه که این سنسورها وقتی فعال میشن سیگنال میدن. چای بزن. خب این باحاله دیگه. افکتی که میندازه خیلی باحاله. که یه فضای بزرگی دوره، مثلا آیتمی که پرت میکنه بزرگ. ولی من سینا با ذهن کنجکاو و مهندسم
به یک ایده خفن‌تر رسیدم که اونو به عنوان لایف هک می‌خوایم توی این ویدیو با هم پیاده کنیم. لایف هک ما آماده است. چیه؟ زیرش یه سری اسکالک سنسوره، روش ردستون لامپ مثل همون چیزی که با هم دیدیم، دورش هم سنگ و پله. بعد باحالیش به کجاشه؟ باحالیش به اینجاشه که تو اینو می‌تونی تو بیست بکاری. بعد با رفیقات که میایین رد میشین اینجوری چراغای زیر پات روشن و خاموش میشه. خیلی به نظرم این ایده خیلی باحالی بود که تو وقتی میای رد میشی اینجوری هر کی میاد رد میشه این چراغا روشن و خاموش بشه. به نظرم خیلی باحال و جذاب بود. بذارید یه خورده بزرگترش کنم ببینیم اثرش چه شکلی میشه. واسید. خیلی خوب. ما یه خورده بزرگترش کردیم اینو. فقط یه شمشیرم به من بده. من این گوسفندای مزاحمو بکشم. همش این سنسور رو فعال میکنم. علاقه بیشتر اینجا ببینم. اینجا سرویس کردیم ما رو. اوشو برو. دور شو. خب. حالا وقت تستشه. گوشاتونو بگیرید، ریلکس کنید و لذت ببرید. دین 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 به نظرم باحاله. به نظرم واقعا این که تو بیست اینجوری بچه‌ها که میان راه میرن چراغا روشن خاموش بشن. دو تا مشکل بزرگ داره که دانشمندا باید حلش کنن. مشکل شماره اول اینه که احتمالاً خود FPS دراپ میده این همه سنسور ردستون لامپ. مشکل دوم اینه که صداش گوش مبارک رو کر میکنه. ولی اینو به شما میسپارم بچهای تو خونه، تکلیف شبتونه در بیارید که چجوری صدای اینو خفه کنیم که بتونیم از یک همچین چیزی لذت ببریم که راه میریم اینجوری صفا کنیم و عشق و صمیمیت. آه توی این ویدیو آقای یه کاری کرده که من نگم بهتره. خودتون ببینید چی کار کرده. یه تورچ میذاره و کفش میفته چستا معلوم میشه، وسایل میاره، دیوارا اصلا عوض میشه، سقف لامپ میاد، همه چی داره. و چرا من اینو آوردم اینجا توی این ویدیو؟ شاید براتون سوال باشه که چرا اینو آوردی توی ویدیوهای لایف هک بداری نشون میدی؟ جوابش اینه که من میتونم این بیس رو بسازم. خیلی خوب، خونه شما من کلی وقت گذاشتم و این خونه رو ساختم. حالا وقتشه تستش کنیم. کاری نداره که میری تو توش مثل یه خونه عادی مزخرف چرت سنگی آشغاله، ولی اگه اینجا یه ردستون تورچ بذاری لایف هک آخرم مال بدراکه. مثل این که گلیچیه که باش پشت دیوار رو میشه دید. من خودم کنجکاو شدم تستش کنم. اگه کار میکنه باید استفاده کنید و صفا کنید. چه شکلیه؟ یه اسپلش پوشن نایت ویژن 6 دقیقه میزنه رو خودش، بعد میره لب دیوار وامیسته، کابلستونو میذاره، شالکر باکس هم میذاره، کابلستون پشتشو میزنه، شالکر باکس رو وا میکنه، بعد برمیگره رو به دیوارو میچسبه و بعد پشت دیوارو میبینه که به عنوان گلیچ ایکس رای استفاده میکنه تا دایمند پیدا کنه. الان من گیم مودمو کردم سوروایوال. خب اسپلش پوشن نایت ویژن میزنیم زیر پامون، میریم اینجا کوبولو میکوبیم، شالکر رو میکوبیم، دایمندو میاریم، کوبولو میزنیم، شالکر رو وا میکنیم، هولمون میده، برمیگردیم سمت دیوار، کله رو میندازیم پشت دیوار، یه بار دیگه تست میکنیم، دستمون رو خالی میکنیم، تست میکنیم. ای جدی شد قلی. یه اتفاقاتی افتاد، گلیچ کردم تو دیوار خودمو. واو پشمو جدی گلیچ کردم تو دیوار خودمو. شاید این ورتر باوستیم. آره وای لبه دیوار اگه واسی بزنی پشمو میتونی گلیچ کنی بری تو دیوار یه جورایی. اینها دیدین اینها دارم میرم تو دیوار. رفتم تو دیوار. بعد داره بعد اکسیژن میاد، کپسول اکسیژن میاد. رفتم تو. نگاه کو یا علی تونستم واقعا پشمام. وای عجب گلیچ سمی باحالیه. فکر کنم از آبزیدیان هم بتونی رد شی این شکلی. بذار یه تست بکنیم دیوار آبزیدیانی رو. دست و خالی پوزیشن میگیریم، وا میکنیم، میریم تو دیوار آبزیدیانی. رد شدم. بدراک هم رد میشه. دوباره برگشتیم سوروایوال. این دفعه بدراک گذاشتیم. از بدراک میخوام ببینیم رد میشیم یا نه. به علاوه این که شالکر باکسمون سر جاشه، پوزیشن رو میگیریم، میزنیم شالکر باکس هولمون بده. تو بدراک هول نمیده یا من دارم اشتباه اجرا میکنم؟ شاید چون پوشن ندارم. بذار پوشن بزنم دوباره. اوکی سوروایوالم پوشنم زدم. برو بریم. نمیره از بدراک رد نمیشه. رد شد.
از بدراکم رد شد، از بدراکم رد شد، پشمام پشمام رد شد. تموم شد دیگه، این ختم لایفک هایی که در آوردیم با یه شالکر باکس ساده. دولایه چی میشه؟ دولایه رد میشه؟ دولایه هم فکر کنم رد میشه. بذار تست کنم. وای نه، دولایه رو گیر میکنه. فقط یه لایه، مثل اون گیری چه قایقه نیست که دولایه رو رد کنه، فقط یه لایه. خیلی خوب، تستای ما تموم شد، پشمام جدا ریخت. این یکی رو خیلی حال کردم باش. گلیچ بدراک خواستید استفاده کنید، ماچ به تک تکتون. مرسی این ویدیو رو دیدید، جاتون تو قلب منه، دمتون گرم، چنل حمایت میکنید. یادتون نره ویدیو رو حتما لایک بکنید، برای من کامنت بذارید، سابسکرایب بکنید، لایف هکاتون رو تو اینستاگرام دایرکت برام بفرستید، همه دایرکتاتون رو میخونم. دوستتون دارم، شب و روزتون خوش. اخلاص همگی، من سینه کرشم، تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ. آرمین ردستون تورچ که گذاشتم تا ویدیو، بعدش رو کات کن تو کفمونم.